سلام علیکم. تو این ویدیو یه تلویزیون 4K با فناوری QLED، پنل IPS، اندروید 11 و 75 اینچ داریم که میخوایم یه نگاهی بهش بندازیم و یه نیمچه بررسی با هم دیگه بکنیم. تلویزیون X15 X-Vision اینجاست که پرچمدار این برند به حساب میاد. این تلویزیون سه تا ابعاد 55، 65 و 75 اینچی داره، اما چیزی که تو بازار فعلا می‌بینید مدل‌های 65 و 75 با قیمت‌های حدود 37 و 65 میلیون تومانه. بریم سراغ این ویدیو نیمچه بررسی. من بهزادم، اینجا زومیت، جایی که سال هاست پاتوق خوراهای تکنولوژیه. ایکس ویژن رو بچه ها که فکر کنم دیگه حتما همتون میشناسید، از معروفترین برندهای ایرانی تلویزیون و لوازم خانگیه. خلاصش کنم، ایکس ویژن از سال 85 فعالیتش رو شروع کرده و این تلویزیون که دارید پشت من میبینیدش هم جدیدترینشه. بذارین از همین پنلش شروع بکنیم که توی هر تلویزیون قطعا مهمترین قسمتشه دیگه، میشه گفت مثلا ستون داستانه، ستون اصلیشه. ایکس ویژن رو بچه ها توی هر سه تا نسخه‌اش با پنل IPS داریم. این پنل ها فناوری QLED رو هم توی دلشون دارن. راجع به QLED زیاد بهتون گفتم، باز یه مروری با هم بکنیم. توی بحث QLED لایه ای از ذرات کریستالی ریز به پنل اضافه میشه تا تلویزیون نسبت به تلویزیون IPS عادی هم رنگ های بیشتر و جذاب تری تولید بکنه، هم روشناییش بالا بره، متقابلا هم کنتراست تصویر و عمق رنگ مشکیش هم بهتر بشه. ایکس ویژن میگه روشنایی پنل X15 به 400 نیت میرسه که با وجود سطح نیمه ماتش، حتی اگه پرده رو بزنین کنار و آفتاب بتابه داخل پذیراییتون، بازم میشه محتوا رو به خوبی داخلش تماشا کرد. این تلویزیون فضای رنگی وسیع DCI-P3 رو هم پوشش میده. برای اینکه تلویزیون بتونه از پوشش گسترده رنگ‌ها و روشنایی 400 نیتیش نهایت استفاده رو ببره، از استاندارد HDR10 هم پشتیبانی میکنه. ویدیو و فیلم‌های HDR رنگ‌های زنده‌تر و با تراوت‌تری دارن و به کمک روشنایی بالای تلویزیون میتونن جزئیات بیشتری رو از بخش‌های تاریک و روشن تصویر نشون شما بدن. وضوع 4K که دیگه فکر کنم نیازی به تعریف نداره، توی این اندازه یه استاندارده، اما نه وقتی که هم دالبی ویژن داره هم HDR پشتیبانی میکنه. حالا اینو بذارین کنار، اون روشنایی 400 نیتیش واقعا بچه‌ها واسه فیلم دیدن یه گزینه عالیه. تلویزیون جدید ایکس ویژن قابلیت MEMC هم داره. چیه این؟ ببین، اینجوری میتونم بگم، تلویزیون به کمک این قابلیت میاد بین دوتا فریم یه فریم غیر واقعی اضافه میکنه تا تصویر نرمتر به نظر برسه. این قابلیت بیشتر برای تصاویر سریع یا بازی ها به کار میاد، اما فیلم ها رو از اون حالت سینماییش خارج میکنه. تجربه بصری جذاب تلویزیون رو اسپیکره که کامل میکنه. X15 توی ابعاد 65 و 75 دو تا اسپیکر 12 واتی داره که از صدای فراگیر دالبی اتموس هم پشتیبانی میکنن، واقعا کیفیت خوبی دارن. توی مدل 55 اینچی 2 وات توان کمتری دارن، یعنی دو تا 10 واتی. درباره کیفیت اسپیکرها اینطوری بهتون میگم که حتی اگه خوره کیفیت برای فیلم و این داستانا باشین هم باز راضیتون میکنه. البته با خروجی اپتیکالش میتونین خروجی صدایی با کیفیتی رو برای ساوندبار یا سینمای خانگی هم بگیرید. از پورت اپتیکال صدا گفتیم و بهتره یه نگاهی هم به پشت دستگاه و این پورت‌های متنوعش بندازیم. سه تا پورت HDMI 2 داریم که خروجی 4K 60 هرتز دارن. کنار این سه تا پورت یه دونه خروجی 3.5 میلیمتری صدا داریم با دو تا USB که خروجی 5 وات هم میدن که میتونید با توان 500 میلی آمپر در ساعت گوشی یا هر چیز دیگه‌ای که فکرشو بکنید بذارید به شارژش بکنه. مثلا نمیدونم، من فکر نمی‌کنم حالا کسی با تلویزیون گوشیشو شارژ بکنه، اما خب حالا اگه خواستید این قابلیت هست. یه پورت صدای کامپوزیت و یه ورودی آنتن هم دو تا پورتای دیگه X15 محسوب میشن. از پورت USB برای اتصال موس و کیبورد هم میتونید استفاده بکنید که حالا به نظرم این منطقی تر. حاشیه‌های پنل هم تو که میبینید بچه خیلی کمه و باز همون حس شناور بودن محتوا توی فضا رو بهتون میده. پایه‌های هشتی شکل دو طرفش هم به این موضوع کمک میکنه و کلا بدنه دستگاه طوری نیست که حواستون از محتوایی که دارید میبینید پرت بکنه و طراحی اونجوریه که با هر دکوراسیون و محیطی که فکر بکنید هارمونی داره. اینجا یه کوچولو درباره بدنم بهتون بگم که واقعا کیفیت خوبی داره و ضخامتش کمه. فقط وقتی به دیوار وصلش کنین در حد 3-4 سانتی متر از دیوار فاصله میگیره. ایکس ویژن بچه ها برای این تلویزیون خودش یه تراشه 4 هسته‌ای با 1.5 گیگابایت رم و 16 گیگابایت فضای ذخیره سازی در نظر گرفته که کاربری رو برای شما بهتر کرده و در صورت استفاده از اپلیکیشن های مختلف، میدونید سرعت پردازش تلویزیون همچنان بالاست و از اون اصلا کندی دستگاه جلوگیری میکنه. به لطف این تراشه رابط کاربری تلویزیون خیلی نرم و روونه و به ندرت توش مثلا تاخیر میبینید، یعنی رم 1.5 گیگابایتیش کافیه. رابط کاربری تلویزیون ساده است، پیچیدگی خاصی نداره.
بالای تصویر یه سری عکس نشون داده میشه که با انتخابش تلویزیون میره توی حالت اسکرین سیور، البته خودکار هم فعال میشه مثل همین قابلیت که الان دارید پشت سر ما میبینید. کنارش خیلی سریع میتونید ورودی رو تغییر بدیم و کنارش هم چند تا میونبر به فایل و فروشگاه نرم افزاری و برنامه تیوی اسیستنت دارین. با این برنامه میتونین رم رو آزاد بکنین، سرعت اینترنتتون رو چک بکنین، حتی ببینید با سرعت اینترنتتون میتونین حداکثر چه ویدیوهایی رو استریم بکنین. نرم افزار جالبیه. قبل از اینکه از کنترلش براتون بگم، اول اینو بذارید بچه‌ها بگم، چون سیستم عاملش اندروید 11، شما دسترسی به گوگل پلی و اپ های اندرویدی رو دارین. البته میتونید فروشگاه‌های جانبی مثل بازار رو نصب بکنید و از اونجا در واقع بیاید اون اپ ها رو دانلود بکنید. نکته دوم اینکه این نسخه موبایل اندرویده و شما حتی توی فایل ها میتونید پوشه DCIM و آلارم رو ببینید. بازی ها و برنامه ها هم فکر میکنن که حالا شما دارین برنامه رو روی یه تبلت بزرگ اجرا میکنید و نه یه تلویزیون، برای همین ممکنه برای چنین دی پی آی بهینه نشده باشن. بریم سراغ ریموتش. محمد اینو به ما بده، دم شما گرم. واقعیتش بچه خوب چیزیه و خیلی راحت کارتون رو راه میندازه. کنترل این تلویزیون فقط 5 6 تا دکمه داره که میتونید خیلی راحت هر کاری میخواهید رو سریع انجام بدید. ضریب خطاش هم پایینه و خوب در اومده کلا این کنترلرش. گفتم اینا بهتون بگم. جنبندی کلی اینه که تلویزیون ایکس ویژن ایکس 15 داره فناوری کیولد با وضوع تصویر 4K و پنل IPS. این از این، همچنین از قابلیت HDR10 هم پشتیبانی میکنه. سیستم عامل تلویزیون گفتم اندروید 11، از سیستم صوتی دالبی اتموس هم پشتیبانی میکنه که جزو نقاط قوت این تلویزیونه. مرسی که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید. اگر جای سوالی براتون باقی مون داخل کامنت ها بنویسید. یادتون نره بچه‌ها اگه این ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو دنبال بکنید، کلی از ما حمایت کردید و خستگی از تن ما به اصطلاح در میره. مراقب خودتون باشید. خیلی مخلصیم.